ایدئولوژی برگرفته شده از زبان فرانسوی است که ترکیبی از دو کلمه است. ایدئو به معنای تصور و اندیشه و لوژی به معنای شناخت. ایدئولوژی عبارت از سیستم فکری و اندیشه است که جهان، انسان و جامعه را توضیح می دهد و تلاش برای دگرگون کردن آن را تئوریزه می کند. یا هر ایدئولوژی طرحی از جامعه دارد و از پیروان خود می خواهد که آن را عملی و پیاده کند. واژه ایدئولوژی نخستین بار توسط یک متفکر فرانسوی به نام دستود دو تراسی در دوران انقلاب فرانسه در سال 1754 تا 1836 پدید آمد. ایدئولوژی پنج ویژگی دارد. یک نظریه کم و بیش جامعه در مورد انسان، جامعه و هستی، دو نظریه و برنامه درباره سازمان سیاسی و اجتماعی، سه رسیدن به این برنامه نیازمند مبارزه است، چهار، نه تنها در تلاش انگیزش برای مردم بلکه به دنبال یافتن هواداران باورمند است. پنج خطاب آن به عامه مردم است. در نگاه اولیه ایدئولوژی ها را می توان به نظامی از اندیشه ها که ذهن و عمل مردم را با توجه به مواردی مانند ملیت، نژاد، دین، نقش و کارکرد حکومت، روابط بین مرد و زن و مسئولیت انسان در برابر محیط زیست شکل می دهد اطلاق کرد. این سیستم های اندیشه نشان دادند که دارای قدرت و نفوذ بسیار زیاد و در برخی موارد نیز خطرناک هستند. ایدئولوژی ها در سراسر تاریخ قرن بیستم نقش اساسی بازی کردند. رشد چپگرایی، ملیگرایی، لیبرالیسم، وقوع انقلاب های متعدد و ایجاد حکومت های تمامیت خواهی چون فاشیزم، نازیست، استالینیزم و حکومت های مذهبی برآمد شکلگیری و سلطه ایدئولوژی های مختلف در سطح جامعه بشری بودند. تمام انقلاب های مهم بر پای ایدئولوژی های شکل گرفتند که به مردم نشان می دهد روابط انسان ها چگونه است. چگونه ممکن است باشد و چگونه باید باشد. این چگونه باید بودن موتور محرک انقلاب ها و تحولات مهم قرن بیستم بوده است. برای شناخت ایدولوژی دو چیز مهم است. یکی نظر و دیگری عمل. در مورد ایدولوژی نظریات گوناگون وجود دارد. کارل مارکس بر این باور است که ایدولوژی بنیاد علمی ندارد. آنچه که علمی است است. او میگوید کسانی که بر ابزار تولید حاکمند بر افکار هم حاکم هستند. ایدئولوژی یک پدیده موقت بوده و مربوط به طبقه حاکم است که در تلاش توجیه فاصله طبقاتی است و میکوشد تا پوششی بر تخطی های طبقه حاکم باشد. لنین میگوید هر طبقه برای خود یک ایدئولوژی دارد. به همین خاطر برای اصلاحات در جامعه نیاز به مبارزه فکری و سیاسی است. در قرن 19 و 20 نظریات اندیشمندان در حوزه مکاتب مختلفی به میان آمد. در تعریف ایدئولوژی آمده است که عبارت از سیستم فکری و اندیشه که جهان، انسان و جامعه را توضیح می دهد و دگرگون می سازد. اما چرا تا به امروز ما شاهد بار مثبت این دگرگونی ها نبوده ایم و ایدئولوژی همیشه نتیجه عکس داده است؟ قبل از هر چیز اجازه بدهید من مفهومی از ایدئولوژی رو بحث بکنم که ایدئولوژی چیست بعدا به پرسش شما سعی می پاسخ بگویم. ایدولوژی مجموعی از افکار، ارزش ها و نهادهایی هستند که شامل مفاهیمی از درک انسان یا از سرشت انسانی می شون. و به ما میگویند که چه کاری را باید انجام بدهیم و چه کاری را انجام ندهیم از این زاویه و از سوی سوی دیگری اگر بهش نگاه بکنیم ایدئولوژی بر پایه افکار یا بر پایه همین نهادهایی که من عرض کردم مستوار می شود و در معنای زبانی یا اگر ترجمه کنیم به زبان فارسی به مفهوم دانش اندیشه ها می توانیم ازش اسم ببریم اما خود ایدئولوژی می تواند برخی از رفتارها و برخی از فعالیت ها را مشروع جلوه بدهد یعنی از این طرف و به این طریق بتواند یک چهارچوبی بسازد و بتواند مردمانی را فراهم بیاورد برای رسیدن به یک هدف معین از پیش ساخته شده ایدئولوژی رو به درستی آگاهی کاذب گفتند چرا برای اینکه ایدئولوژی یک سیستم فکری بسته ای است که با ارکنتس تئوری یا تئوری توضیح دنیا متولد میشه یعنی فکر میکنه که هر ایدئولوژی تفسیری داره که همه رویدادهای دنیا را در سایه اون تفسیر میتونه تبیین کنه و چون چنین فرمولی در دنیا وجود نداره دنیا انقدر ساده نیست که همه اونها رو بشه با یک نظریه توضیح داد این یک خداگاهی کاذب به وجود میاره یعنی پیروان یک ایدئولوژی فکر میکنن که همه چیز را میدانند و برای همه سوالات جواب دارند در صورتی که اصولا بر هیچ سوالی جواب ندارند. همه دنیا را طوری ساده کردن که در قالب تنگ جهانبینی خودساخته خودشون بگنج به این دلیل ایدئولوژی غیر از ایده و ایدئاله ایدئولوژی یعنی در هم تنیده شدن ایده ها و ایدهال هایی که قصد داره جهان را خیلی ساده توضیح بده و این توضیح ساده رو بعضی هاشون علمی میدونن بعضی هاشون شهودی میدونن بعضی هاشون ایمانی میدونن مهم نیست چگونه میدونن اما مهم این است که همه فکر میکنن که مالک یک معجزه ای هستن که در سایه اون میشه دنیا رو توضیح داد آخرینش مثلا قذافی بود که کتاب سبز نوشته بود در 23 صفحه و فکر میکرد که همه دنیا همه سوالات دنیا در این 21 صفحه ای کتاب سبز است فرض بفرمایید ببینید ایدئولوژی رو تعابیر گوناگونی ازش به دست دادن نظریه مارکسیستی ایدئولوژی رو نوعی آگاهی کاذب یا آگاهی وارونه خونده و اساسا مارکس در نقد ایدولوژی آلمانی سعی میکنه ایدولوژی رو مجموعی از عرض ارزش ها باورها و گفتمان هایی رو در واقع معرفی بکنه که طبقات حاکم برای مشروعیت بخشیدن به اقتدار سیاسی اجتماعی و به اصطلاح طبقاتی خودشون اون رو در پیش میگیرن با این همه ایدولوژی به سرعت توانست در خود اندیشه مارکسیسی هم رسوخ کنه به گونه ای که خود مارکسیس هم از ایدولوژی نقد و یا از نقد ایدولوژی تبدیل به یک ایدولوژی نوین بشه بسیاری مارکسیس رو به عنوان نوع ایدولوژی شناختن و حتی از ایدولوژی مارکسیس لنینیسم نام بردن و تفکری که باعث شد یکی از مهمترین تئوری های انتقادی که به گفته خود مارکس نقد از هیچ چیز نباید به حراسه تبدیل به یک اندیشه بسته ای شد در نظام های موسوم به کمونیستی که هر نوع دگراندیشی اندیشی هر نوع تفاوت رو با همان زبانی نکوهش می کرد که در فرهنگ دینی حتی می بینیم لنین مثلا از کاوتسکی به نام کاوتسکی مرتد نام میبره ارتداد یک مفهوم دینی است از دین برگشتن اینکه شما از ایدولوژی بتونی برگردی یعنی اینکه باید ایدولوژی یک نظام بسته فکری باشه به این ترتیب شاید این تا اونجا که به اندیشه مارکسی برمیگرده این انگلس بود که با طرح سه منبع و سه جز در مارکسیسم سعی کرد از مارکسیسم یک ایدولوژی بسازه و به ویژه در لنینیسم زمانی که لنین اون مقاله سه من و مارکسیسم رو نوشت به طور قطع مارکسیسم رو از اندیشه نقد به یک ایدولوژی تبدیل کرد کتابی که راجع به ایدولوژی هست بشلر نوشته بودن نوشته دیگران نوشتن بخونید خب ایدولوژی تعریفی داره و یه مستاقایی داره حالا تعریفش رو شما به نوع اشاره کردیم منم میگم ولی مستقای ایدئولوژی تو همه کتابش تو دو دنیا نوشته شده و آکادمیکه یعنی تحت تاثیر این بهره های سیاسی حالا تو داخل ایران یا دعوای دو بلوک شرق و غرب نیست میگن ایدئولوژی مثل چی لیبرالیسم مثل ناسیونالیسم مثل مارکسیسم مثل فاشیسم مثل سبزها مثل فمینیسم یعنی لیبرالیسم هم ایدئولوژی اینجوری نیست که فقط مارکسیسم ایدئولوژی باشه ناسیونالیسم هم ایدئولوژیه، سوسیالیسم هم ایدئولوژیه، فمینیسم هم ایدئولوژیه، سبس ها یعنی طبیعت گرایی حفظ محیط زیست هم الان تبدیل به ایدئولوژی شده فمینیسم هم ایدئولوژیه. اما تو اون دعوای جناهی فقط مارکسیسم و فاشیسم ایدولوژیه این فقط جاهایی که جزمیه ایدولوژیه جاهایی که جزمی نیست یه بار از دکتر سروش میپرسن لیبرالیسم چیه؟ ایشون به نظر من تفریر میگه میگه اون مکتب ایدولوژی نیست اون مکتب کلم عربی ایدولوژی کلم لاتینه اما تعریف ایدولوژی چیه؟ تو متون مکتوب مرجع و اکادمیک نه سیاست زده ایدولوژی اولا من چهار ویژگی برش بایدم اولا یه مجموعه فکریه یعنی ایدولوژی یه نظریه نیست خب بعضی تئوریسین ها جامعه شناسا اقتصاددان اصلا یه نظریه دارن در یه موردی مثلا مالتوس یه نظری داده حالا وبر هم یه خوری حالت ایدئولوژیک داره ولی وبر مثلا یه چند تا نظریه داره ولی مارکس یه دستگاه فکری داره بسیاری سری فمینیست دستگاه فکری دارن برخی تهوریسیان های ناسیونالی هم دستگاه فکری دارن یعنی یه مجموعه از نظریات هست مجموعه از نظریات که تو این مجموعه نظریات حالا با تعبیرهای خود و قدیمی جهان و انسان و جامعه و تاریخ اینا رو به نوعی توضیح میده یعنی کلان نگاهی کلان داره و دستگاهی فکر می‌کنه. یک در این دستگاه ارزش گذاری میکنه تو لیبرالیسم میگه آزادی ارزشه تو مارکسیسم سوسیال میگه عدالت برابری ارزش ارزش گذاری میکنه میگه این خوبه فمینیسم میگه حقوق زنان رفع تبعیض برابری زن و مرد اینا ارزشهای های پایه است این ارزش های پایه ها رو بعضی از فیلسوف های معرفت شناسی و برخی از فیلسوفا معتقدن ارزش های پایه قابل اثبات نیست بعضی معتقدن قابل اثبات. ولی من ولی یه ارزشای پایه‌ای داره از اونجا شروع میکنه بعد این ارزش پس یه دستگاه فکری یه نظریه دو نظریه مجرد نیست یعنی یه دستگاهی میخواد خود کلو توضیح بده دو ارزش گذاری میکنه بر اساس این دستگاه و ارزش ها شرایط موجود رو نقد میکنه یعنی فمینیست میگن وضعیت ناعادلانه است ظلمه سرمایداری مارسیز میگه سرمایداری ناعادلانه است نا... ستم وجود داره استثمار وجود داره و تغییر کنه لیبرالیزم میگه که استبداد وجود داره تمرکز و قدرت وجود داره تب... تبعیض وجود داره بعد از من بره درست و چهارم اقدام یعنی از توش عمل در میاد از تو لیبرالیزم در میاد که ما بریم تلاش کنیم قانون رو جا بندازیم دموکراسی رو جا بندازیم مثلا حالا دموکراسی بحث شده است چون لیبرالیسم و دموکراسی هم ابتدا با هم تعارض داشتن اینم یه نویسنده اینا ناسازگارن فمینیست‌ها میگن ما باید بریم مبارزه کنیم و برابری حقوق زنان رو جا بندازیم. مارکسیست‌ها میگن بریم مبارزه کنیم عدالت رو جا بندازیم. ناسیونالیست‌ها میگم باید بریم ائتلاف ملی بدیم، بیاد مرزهای کشور دفاع کنیم یا بریم که دیگه تا بگیریم، یه یه ورژن دیگه‌ش. ما مثلا نژاد جرمن مثلا نژاد برتر جهانی باید حاکم بشه. یعنی اینا ایدئولوژی ارزش مثبت نه ارزش منفی، واقعیتی. پس ایدئولوژی چرت و ویژگی داره. رفتارها ارز کردن که مجموعی از رفتارها و نهادها است و افکاری است و این این رفتارها برخی از این رفتارها و فعالیتها در چهارچوب در چهارچوب خاصی صورت می گیرد و مشروعیت به این رفتارها می درد. انتقادی که بر ایدولوژی رواه است به این ترتیب است که در این سویه در این تعریف که از ایدولوژی داریم برخی از واقعیتها را میگیرد بعضی از واقعیت ها را بهشون مشروعیت میدهد و از این لحاظ واقعیت را تحریف میکنند یعنی یک سوی از واقعیت ها را مورد نظر قرار میدهد و سعی میکند واقعیت ها را منطبق بکند بر اون مجموعه ای از افکار و یا از نهادها و یا آنچان که گفتم از ارزشها. ایدولوژی شدن اندیشه خب پیامدهای دوگانه ای داره یک پیامد مثبتش میتونه این باشه که قدرت برانگیزان برانگیزانندگی داره ایدولوژی به یک معنی نظیر یک دین دنیوی اندیشه دینی با یک نوع نویدهای آسمانی رستاخیز انسانی و نوعی در واقع به بهشت موعود دعوت کردن توانسته در بسیج محرومان نقش داشته باشه و ایدولوژی ها به عنوان نوع دین دنیاوی با همان نظام بسته فکری توانستن برانگیزاننده باشند به بر حال برای مثال ایدولوژی مارکسیستی لنینیستی در انقلاب اکتبر نقش بسیار تعیین کننده ای داشته یا در انقلاب چین در کشورهای دیگر هم میبینیم بسیاری از انقلاب های موسوم به سوسیالیستی یا کمونیستی با ایدولوژی های مارکسیسی لنیسی دنبال شده البته ایدولوژی فقط در نگاه چپگرایانان تبدیل به یک بسیلا دین دنیاوی نشد بلکه فاشیسم هم نوعی ایدولوژی است و ایدولوژی نظام فکری بسته ای که در واقع به قول ساراکوفمان یک تاریک خانه است اون از تاریکخانه خانه ایدولوژی دام میبره و میگه درست متافور تاریکخانه از این نظر جالبه که شما وقتی در جهان عکاسی میخوای نگاه بکنی تا عکسی رو که برداری ببینی ظاهرش بکنی باید همه جا تاریک باشه و فقط از اون دریچه نوری که تشرش رو پیدا میکنه میتونی در واقع آن تصویر رو ببینی ایدولوژی تصویری ارائه میده که تو اون نظام فکری بسته کسانی که از آن دریچه نگاه میکنند به رستاخیز بشری میتونن سوغ پیدا بکنن بنابراین با همونطور که هانارن به گمان من به درستی در کتاب توتالیتاریزم گفته ایدولوژی در اساس بر پایه یک ایده اولیه استواره ایده اولیه که رهایی بخشی رسالت تاریخی و به صلاح نوعی مدخلی به روشنایی و فردای دیگر رو نوید میبخشه و خب جنبه بسیار منفی ایدولوژی درست در این ذات توتالیترشه ایدولوژی ها به گمان من به سختی میتونن از توتالیتاریسم دور باشن به این معنی که اگر ایدولوژی رو در یک مفهوم کلاسیک همون نظام فکری بسته بدانیم بر نوعی دو انگاری نیک و بد استواره درست همانطور که مذاهب از جمله مثلا در آینه مانی در جهان نیک و بد یا زرتوش یا اسلام یا مسیحیت با نوعی سنویت دوگانگی رو به رو هستیم جهان نیک و جهان بد، جهان اهریمن و جهان اهورمزدا که اینها می جنگند و پیروزی یکی بر دیگری نجات بخش بشری است ایدولوژی هم با آن نظام فکری بستش در واقع نوعی تمام رو ایجاد میکنه چه ایدولوژی فاشیستی که بر عظمت ملت استواره ملت خودی که در واقع ملت برتر در برابر بیگانگان چه ایدولوژی هایی که طبقاتی هن از رسالت طبقاتی پرولتاریا و برتری تاریخی اون سخن میگه که راه نجات انسان هاست چه ایدولوژی اسلامی نظیر اسلامگرایی سیاسی که توتالیتاریسم اسلامی که اون هم سعی میکنه بر فضیلت امت انگشت بذاره اینکه که سوژه ایدولوژی ها ملت باشه امت باشه یا طبقه باشه یا هر چیز دیگری در اصل این نکته تفاوت ایجاد نمی کنه که ایدولوژیها در برابر افکار دیگر نابردبارند و در واقع با قطبندی کسانی که باورمند به اون ایدولوژی هستند و کسانی که مخالف اون ایدولوژی هستند به طور جدی راه دیکتاتوری از نوع خشنترینش رو باز میذارن ایدولوژی پولپوتیسم محصول پولپوتیسم محصول یک ایدولوژی است آنچه که ماویست و در انقلاب فرهنگی چین با 14 میلیون کشته به جای گذاشت محصول یک تفکره اسلامگرایی سیاسی در ایران و با تمام ابعاد وحشتناکی که در برداشته محصول یک توتالیتاریس اندیشه توتالیتر هست استالینیزم در شوروی و بسیاری کشورهای دیگر هم همینطور فاشیزم آلمان و ایتالیا و فرانکو هم همینطور بنابراین به گمان من ایدولوژی ها درست قدرت بسیج دارند و حتی در انقلاب بسیاری از انقلاب ها راهنماشون ایدولوژی بودن چون نوعی آرمانگرایی رو در بردارن اما ایدولوژی از این خطر هم برخوردارن که نظام بسته فکری ایجاد میکنن و امروز به گمان من در اصلی به سر میبریم که به یک معنی نگم بحران ایدولوژی ها میتونم بگم حتی اصل فرارسیدنه سررسیدن اصل ایدولوژی ها باش روبرو هستیم و کمتر کسی تمایل داره ایدئولوژیک بیاد میشه ایدئولوژی به قول ب... مارکس میگه آگاهی دروغینه مارکس میگه مارکس میگه اگه اشتباه نکنم تو ایدولوژی آلمانی میگه ایدئولوژی آگاهی دروغینه فالشه فالشه به بوستن <applause> از نظر کانت اگر نگاه کنیم همون خرد منفصله یعنی قوتیه جعبه است بسته بندیه یه بسته بندی اونجاست و به هر پرسشی برخورد کردی میری از توی اون جوابتو میگیری و نافی خوداندیشی است جلوی خوداندیشی رو میگه تو باید با م... الگو بیاندیشی با مدل مدل فکر ایدئولوژی مدل فکره الگوی الگوی اندیشیدنه و به همین خاطر به به شک به تردید که عنصر اصلی مدرنیت است دکارت دکارت میگه شک وجه فکر کردنه وجه فکر کردنه وجهی از فکر کردنه یعنی کسی که از یه قوطی از یک جعبه از یک بسته بندی یعنی مطابق اون فکر میکنه شک نداره و این 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 چیزیه که به با حکم دکارت ها دیگه یعنی،, یعنی چی پس تو اگه شک نکنی پس ان چطور فکر میکنی وجه از فکر کردنه یعنی این شک وجهی از فکر کردن ایدئولوژی یعنی اون بندی فکری که کار کرده اصلیش اینه که جلوی این وجه وجه فکر کردن رو وجه از فکر کردن رو میگیره یعنی جلوی شک جلوی شک. و این چیه؟ بدون این مدرنیته میشه افسانه میشه افسانه یعنی این خیلی راحت یعنی دکارت که میشه بهش گفت پیانبر مدرنیته میدونی فرق دکارت با کانت اینه که کانت دکارت رو وسیع میکنه اینه که من گایقات میگم کانت یعنی در واقع دکارت هم توشه دکارت رو رادیکال میکنه دکارت رو وسیع میکنه اه 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 چون زمان گذشته خیلی اه اه تو قرن 18 همه حالا دیگه خیلی خیلی حرفهای دیگر رو میشه زد کانت میاد اونا رو اونا رو هم میزنه و رساله روشنگری کانتو حتی اون یکی دو صفحه اولش رو من فکر میکنم هر روشن فکر سیاسی باید بخونه حتما حتما با پاسخ اینم رو اونجا کانت دادی بدون اینکه بگه کلمه ایدولوژی پاسخش دادی ببینید ایدولوژی اگر ما بر مبنای اون تعریفی که شما فرمودین بخوایم صحبت کنیم ایدئولوژی در واقع به معنای یک نظامی از گفتار و ارزش و تفکره که میخواد کلیه امور را توضیح بده و این ایدئولوژی در اینجا منفیه و بار منفی پیدا میکنه در ذهن همه مردم تا میگی ایدئولوژی همه میترسن چون اساساً بیشتر این ایدولوژی ها این تفکر ها سبقه ایدئولوژیک دارند و بیشتر در زمانی که دستشون به قدرت رسیده به قدرت سیاسی رسیده به یک سیستم ایدئولوژیک تبدیل شدند و به نوعی مطلق انگاری و نوعی یک تازی در تفکر و نوعی توتالیتاریانیزم در عمل منجر شده ببینید ایدولوژی مجموعه ای همین که ما ازش صحبت کردیم مجموعه است از ارزش خود ایدولوژی به همراه مذهب در درون سیستم ارزشی قرار می گیرن. گاه این سیستم گاه این دو شاخه از سیستم ارزشی قابل تغییر و قابل تبدیل به هم هستند اما اگر کمی جرفتر به ایدولوژی نگاه بکنیم اگرچه تمام کشورها تمام سیستم های سیاسی دارای ایدولوژی ویژه‌ای هستند آنگونه که خود میگویند اما ایدولوژی تنها ظاهر سیاستی است و از نگاه و روی است که دولتها نسبت به همدیگر بر مبنای منافع ملی که هم خود قابل تفسیر هست منافع ملی چیست آیا منافع گسترده از یا گسترده گستره فراوانی است از مردمانی که در یک سرزمین خاص زندگی می کنند یا اینکه منافع ملی منافع گروه متنفذی است که از راه دستیابی پیدا، از راه دستیابی به،, به منابع قدرت از راه دستیابی به تصمیم گیری ها می توانند این منافع رو برای خود در در خود و منحصر به خود بگردانند به این ترتیب این ظاهر سیستم سیاسی است که با ایدئولوژی تعریف می شود ولی در درون خود سیستم های سیاسی در, در درون سیاست هایی که تدوین می کنند و بعد به مرحله اجرا میگذارند گذارند چه در درون کشور و چه در منطقه و جد و چه در سطح جهانی این سیاست بیشتر سیاست پرگماتیستی و عملگرایانه است به طور مثال می شود مثال فرض کنید دوره وحشت را نگاه کرد این دوره که در فاصله جنگ در, در, زمان جنگ سرد صورت می گرفت هر دو سیستم سوسیالیستی و سیستم کاپیتالیستی و در مسئله خلیج خوکا در کوبا برابر هم قرار داد و دنیا را در آستانه یک جنگ ویرانگر اتمی قرار داد اما واقعیت چه بود؟ چرا این جنگ خوشبختانه صورت نگرفت فارغ از هر گونه تبلیغات ایدولوژی که هر دو سیستم داشتن چه سیستم سوسیالیستی چه سیستم کاپیتالیستی به یک توافق رسیدن و دنیا از مرحله از این مرحله عبور کرد و جنگ رخ نداد یعنی اینکه با بیرون بردن موشکای اتمی شوروی از کوبا و عقب نشینی آمریکا و در 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 ترکیه به یک تفاهم و به یک،, تفاهم رسیدن در چارچوب این تفاهم آن سیاستی که در اینجا غالب آمد و چیره شد سیاست پرگماتیستی بود نه سیاست ایدولوژی اگر بر مبنای ایدولوژی نگاه می کردیم حتما جنگ روی می داد. یا مثلا شما نگاه بکنید به سیاست بسیاری از کشورها مثلا به برای نمونه به سیاست جمهوری اسلامی گرچه ظاهر او یک ظاهر ایدولوژیکی است گرچه در درون کشور بر همین سیاست پای می فشورد، اما در مسائل منطقی و در مسائل جهانی گاه و نگاه و همیشه سیاست دیگری غیر از سیاست ایدئولوژیکی برقرار می کند و در نظر می گیرد نمونش 1992-93 در زمانی که گروه های بنیادگرای اسلامی در آسیای میانه فعال بودند تا آنجا پیش رفتند که می توانستند دولت تاجیکستان را با سقوط همراه بکنند اینها گروه هایی بودند که از ایران الهام می گرفتند یا از جمهوری اسلامی الهام می گرفتند اما چون موضع سیاست خارجی ایران با رویکرد سیاست خارجی روسیه منطبق بر هم بود نه تنها ایران حاضر به کمک به گروه های نبود که از لحاظ فکری از لحاظ ایدولوژی به او نزدیکتر بودن اما جانب دیگر و رویکرد دیگری گرفت که در تطبیق با سیاستی بزرگتری بود که تدوین شده بود و در عرصه سیاست خارجی به مرحله اجرا در می آمد. یا مسئله شما نگاه بکنید مسئله فرض کن چچن هم به همین شکل است در زاویه های دیگر در کشورهای دیگر هم از وضع بر همین منوال است اگر جهانی شدن شکست بخوره به دلیلی و دنیا به سمت هرج و مرج بره بشر اولین تقاضاش امنیت و امنیت بلافاصله هویت رو مطرح میکنه برای اینکه وقتی دولتی وجود نداره امنیت شما رو تأمین کنه بالاخره اهالی خانوادهتون محلتون قبیلتون این امنیت رو بهتر میتونه تا خودتون تنهایی تامین کنه بنابراین اینا فرمای الترناتیوی هستن که در نبود دولت مدرن یا کم قدرت شدن دولت مدرن و تبدیلش به فعل استیت یونان که شما میگید یک نمونه فعل یعنی دولت ناکارآمد دولتی است که ورشکست شده من قبلا به شما از کردم که در چنین حالت جامعه ایدئولوژیزه میشه اما این به این معنی نیست که ایدولوژی شانس میاره ایدئولوژی در جاهایی که دولت شکست میخوره و دولت مدرن به وجود نمیاد شانس وجود داره و شانسش موقته حداقل در پهنه دید امروز ما موقته اینکه در دنیا دموکراسی های بزرگ بپاچند یا تغییرات بسیار بزرگی به وجود بیاد که خواست امنیت خواست درجه یک عموم مردم بشه اون وقت ایدئولوژی ها شانس پیدا میکنن. ولی مادامی که یک دولت مدرن میتونه امنیت رو تعمین بکنه و معیشت رو تعمین بکنه و حداقل معیشت قابل قبول باشه و مردم ایدئولوژی ها شانسشون کمه ایدئولوژی نزد مارکس یک مفهوم خونسانیست، نیست بلکه دارای ارزش ابزاری به منظور کنش سیاسی طبقه حاکم است لذا به نظر می رسد نه تنها برای ناپل اون و مقامات مذهبی و سنتی آن است واژه ایدئولوژی لفظی تحقیرآمیز بوده بلکه در قاموس مارکس نیز ایدئولوژی چندان معنای مثبتی نداشته است در قرن بیستم نیز میان دانشمندان دانش اجتماعی دو گونه تعریف از ایدئولوژی مرسوم بود عدهای همچنان از منظرهای گوناگون آن را منفی تلقی میکردند برای مثال دانیل بیل در کتاب معروف خود پایان ایدئولوژی نگاهی منفی به این مقوله داشت بر پایه این گونه برداشت ها ایدئولوژی برخواسته از ایده های ها بود ایدئولوگ از شعارهای برانگیزاننده هیجان و احساسات مردم بهره می گیرن و تحلیل های ساده انگارانه دارند. از منظر نگاه منفی به ایدولوژی، ایدئولوژی به دنبال انحصار سازی واقعیت است. در مقابل این نگاه منفی، به تدریج نگاهی خونسا یا بیطرفانه به ایدئولوژی و تحلیل از آن نیز در قرن بیستم شکل گرفت. بر این پایه در هر انتخاباتی نمیتوان کاندیدایی بدون یک ایدئولوژی پیدا کرد. در چنین شکل ایدئولوژی به معنای مجموعه ای از ایده ها اندیشه ها اعتقادات راسخ درباره اینکه اجتماع چگونه است و چگونه باید باشد است ایدئولوژی نمیخواد یعنی اون فلسفه است که میگیم جهانو مارکس میگه جهانو عوض میکنه نه ایدئولوژی اونو فلسفه است میگه میگه فلسفه است. تا حالا جهان رو تبیین میکرده حالا باید تغییرش بده این اینه ولی ایدئولوژی نه ایدئولوژی که خود مارکس میگه این فالشه به وستاینه آگاهی دروغینه یا آگاهی دروغین چجور میتونه جهان اوتوپیه کجا میخواد تغییر بده خمینیه خومن. یا ستالینه اینا چه تغییری میخواد اینا که همش هی ثابت و استاتیک و اینا همه چیز رو نگاه داشتن چجور میشه تغییر داد وقتی که انتقاد ممنوعه <تصفح> پس نمیشه پس ایدولوژی قصدش تغییر نیست قصدش او او چیز اوتوپیایی کردن آینده است فقط اونو نباید تغییر فکر کرد دقیقا این گونه است ایدئولوژی می تواند تغییر پیدا بکند ایدئولوژی شما ببینید من که عرض کردم در ابتدا ایدئولوژی جزء سیستم ارزشی است بعضی وقتا می تواند ایدئولوژی تا حد مذهب فرو بکاهد و ازش به عنوان یک مذهب صحبت بشود که که قابلیت تغییر درش نیست یعنی یک کنسپت جاودانه است که تغییر دادن در این کنسپت کنسپت موجب ارتداد و یا دیگر صفاتی می شود که به مذهب یا به دین یا 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 به تمام آین آینای خدا محور اگر بتوانیم دقیق بگوییم منتسب می شود به معنا همه انسان ها ایدئولوژی دارن اساسا مرز انسان و موجودات دیگه و حیمان ایدئولوژی داشتنش اینو بشلر کتابی داره ایدئولوژی چیست شما میخونی تقریبا 80 90 درصد این کتاب علیه ایدولوژیه این چیزا همش چیزای منفی ایدئولوژی میگه بعد میرسی تو جنببندی همینو میگه میگه در این حال من ایدولوژی دارم همه انسان های ایدئولوژی دارن یعنی تفاوت و مرز حالا به قول شریعتی میگه که ایدئولوژی ادامه غریزه است شما حیوانات رو قرایزشون اداره میکنه این یه غریزی گشنه میشه میره غذا میخوره نیاز جنسی داره یا میخواد تولید مثل کنه میره ارتباط برقرار میکنه میبینی دشمن حمله که از خودش دفاع میکنه این یعنی غریزه در واقع هدایت پنهان این زندگی اون فرد و در اون موجود رو در دست داره تو انسان اینو چی انجام میده انسان یه ایدئولوژی یعنی یه ایده پردازیهایی داره یه اصول پایه‌ای میذاره برای خودش برای اونا تلاش میکنه حالا اصول پایه‌ای بار میگه من سیر بشم مثلا خانواده رو حفظ کنم امنیت قبیله رو حفظ کنم تا جایی که من مثلا قبیله توسعه بدم یا نه قبیله رو نگه دارم از کشورم دفاع کنم یا بعد این تا... تا... یعنی هر انسان یه ایده‌هایی در ذهنشه یه غریزه درونیش نیست انسان غریزه داره ولی این ایده ها هستن اون که تو ذهنش تولید میشه حالا این چجوری تولید میشه یکی میتونه بگه انسان فکر میکنه تولید میشه یکی میتونه بگه مکتب رفتاری این عکس عمل و شرطی شدن تو شرایط زیستیشه یکی از جامعه شناس باشه بگه نه یه تعاملی از مثلا عوامل اجتماعی جبری ژنتیک ارث فرهنگ تجربه مجموعی اینا یه ایده تو ذهن فرد میسازه ولی انسان ایده هاشه که پیش میبره این ایده ها میشه ایدولش این هر کسی یه ایده داره هیچ کی نمیتونه بگه من همینجوری اینا رو زندگی میکنم هر کسی یه نه یه چیزایی داره یه چیزایی رو خوب میدونه بد میدونه میخواد به اونا برسه حالا این خوب و بدیاش درجات داره از ایدولوژی محدودی که فقط در هولوش خانواده است تا ایدولوژی گسترده که میگه بعد آزادی باشه میشه لیبرالیس، بعد دموکراسی باشه بعد عدالت باشه بعد حقوق زن و مرد برابر باشه اصلا نژاد سفید بعد حاکم بشه ما ایدولوژی میگه به نژاد سفید نژاد آجرمن حاکم بشه ولی نگاه نژاد جرمن حاکم بشه که هیچ جای تا مثلا هیچ بر درختی درخت اینو ننوشته هیچ جای کره زمینی جایی چیزی این در نمیاد تو ذهن یه سری آدم در اومده دیگه اینا ایده هایی است که این آدما دارن بر اساس اون ایده هاشون دارن تلاش میکنن هر انسانی هم این ایده ها رو داره اینجا فقط تفاوت نوع ایده است نه تفاوت داشتن ایده و نداشتن ایده یعنی پایان ایدئولوژی یعنی اصر پایان ایدئولوژی به این صورت میتونیم بگیم یعنی میدونیم مرگ خدا هم در حقیقت یه جور مرگ ایدئولوژی هم هست یعنی یعنی خدا نیچه وقتی مرگ خدا رو اعلام کرد یعنی چی یعنی فرد تنها شد میدونی این تنهایی تو مدرنیته باز از چیزای مدرنیته از علائم مدرنیته از فرد تو مدرنیته تنها میشه یعنی حالا ممکنه دپرسیون هم بگیره از تنهاییش و اینا همه یه جور ولی ولی رها میشه رها میشه مرگ ایدولوژی هم یه چیزی شبیه اون مرگ خداست یعنی رها میکنه وقتی که چیز شد میبینی اینی که میبینی بعضی وقتی اون رها میشه تعادلشون از دست میدن نمیتونن درست درست با فکرشون راه برن به این طرف اون طرف خیلی میزنن یعنی این هست ولی مثلا ترم شناخته شده از حتی قبل از انقلاب تو ادبیات جهانی بود پایان ایدئولوژی اصر پایان ایدئولوژی یعنی اصری که این نقش این توهم معلوم شد روشن شد و این گفتن پایان و این و این پایان در عصر پایان ایدئولوژی سوسیالیسم واقعا موجود نمیتونست به حیاتش ادامه بده این تقصیر هیچ فرد خاصی نبود که اون شکست خورد آه، یعنی پارادیگما عوض شد پارادایم پارادایم عوض شد این این یعنی با مرگ خدا دیگه نمیشه دیگه آدم خودش میشه و آدم که خودش شد دیگه خرد من... نمیتونه از خرد منفصلش حرف گوش بکنه با خودش باده. و این خیلی کار مشکلیه و در نتیجه درگیری های مشکلی داره آدم مدرن چون باید خودش بکنه و اون خیلی آسون بوده اون خیلی آسون بود در میگو این کارو بکن میکرد حتی تو تحلیل سیاسی الان در این مورد این اتفاق افتاده من چه کار فکر میکنم رادیو مسکو رو باز میکرد اون یکی رادیو پکن رو باز میکرد اون یکی فلان رو باز میکرد و این یکی هم نگاه میکرد ببینه مراجع چی میگن ها یا الان و و اون کاری یکی از چیزهای شگردهایی که در رابطه با ایدئولوژی تو ایران امروز خیلی باید بهش توجه داشت استفاده ایه که اخیرا اصلاح طلب از ایدئولوژی کلمه ایدئولوژی میکنن من یکی دوبار در جریانش بودم اه اه مثلا در سخنرانی یکی از اونها بودم که از ایران اومده بود و سخنرانی داشت بعد میگفت خب ایدئولوژی حالا چیه که حالا باید باش مخالف بود همه ایدئولوژی دارن و اینا ها؟ یعنی این چیزه یعنی این یه حرف اه اه تفره از مدرنیت هست یعنی یه مدرنیسم رقیق مدرنیسم خودش نه تنها از مدرنیته جدا میشه مدرنیسم خودش رو هم رقیق میکنه و این همه زحماتی رو که روشن تو دنیا کشیدن برای که بگن این توهم ایدئولوژی حالا یه دفعه میگن و چرا این حرف رو باید موازه بود وقتی میگه هر کس ایدئولوژی داره برای که اون و خامنه ای هم خوب ایدئولوژی داره یعنی علتی که میگم مدرنیسمشون رقیق میشه یعنی چون این حرف در خدمت اون آپاراتی کار میکنه که اه. خواستگاه اصلاح طلب و با رژیم حاکم نشون میده یعنی باید توی روشنگری توی تفکر مدرنیتی دو ایران موازه بود که این واجه های کلیدی رو شروع نکنن اختشاش اختشاش مفهومی دشمن مدرنیت است اختشاش مفهومی اصل ایدئولوژی ها گذشته برای اینکه بشر در یک دوره ای این تصور قدیمی رو داشت که دنیا که قانونمند است دنیا خب علم اعتقاد داره دنیا قانونمند و چون قانونمند است اگر کسی این قانون دنیا رو کشف بکنه و مالک بشه اون رو توضیح خواهد داد خب اونهایی که علمیتر شبه علمی فکر میکردن مثل مارکسیستا سعی میکردن که قوانین اقتصاد رو کشف کنن که دنیا رو توضیح بده اونایی که شهودی فکر میکردن مثل ادیان سعی میکردن که یک علم مخفی گنوسی پیدا بکنن که فقط صاحبان از کار و صاحبان ادعیه و کسانی که چله هستند میتونستن به این مراتب دست پیدا کنن و اونها دانایانی بودند که دنیا رو اونطوری که بود میدیدند و گوشه ای از اون رو به مریدان خودشون توضیح میدادند. ولی امروز که دنیا به مراتب پیچیده ای از علم دسترسی پیدا کرده و دنیا در حقیقت یک دهکده جهانی شده هر طالب علم ساده ای میدونه که دنیا بسیار پیچیده تر از اون هست که در قالب چنین چیزهای ساده ای قابل توضیح باشه به خصوص که کار درخشان پوپر نشون داد که اصولا علم چیزی که ابطال پذیر باشه و ایدئولوژی ها ادعای اولشون این هست که ابطال پذیر نیستند. پوپر میگوید که شما وقتی یک تئوری میسازید مدعی هستید که این تئوری شما مشکلی رو توضیح میده تا موقع این تئوری معتبره که توضیح دقیق تری برای اون مشکل پیدا نشد کار علم دائما اینه که یک ای توضیح دقیق تری برای مشکلی که وجود داشته پیدا بکنه و به مجردی که توضیح دقیق تری پیدا شد تئوری قبلی فقط در آرشیو علوم معتبر و دیگه جزو علم روز نیست بنابراین علم چیزی است که از موقعی که متولد میشه قبول میکنه که یک دوره‌ای داره و بعد از دوره‌ای باطل خواهد شد ایدئولوژی ها الالعبدی هستند و فکر میکنند موقعی که به وجود آمدند همیشه در حکومت خواهند داشت از لحاظ عملی همه ایدئولوژی ها فکر میکنند که انسانی که وجود داره انسان در حال ازمهلالی است انسانی است که چون این ایدئولوژی رو قبول نکرده داره از بین میره این ایدئولوژی رسالت نجات داره ایدئولوژی ها عموما رسالت نجات بشریت گذشته رو بسیار بد میبینند بشر رو در حالت از بین رفتن می‌بینند و فکر می‌کنند که باید نجات بدن و نجات بشر رو در جروع تولد یک انسان جدید میدونند ببین اساسا هیچ هیچ ایدولوژی هیچ تفکری و به نوعی اگه بخوایم خیلی فلسفیش کنیم حتی جسمانیت انسان حتی جسمانیت انسان در حالتی شدنه یعنی مدام در حالت شدنه و یک چیز سکونی یافته نیست ما مدام در حالت شدنیم و اتفاقا یکی از تفکرهای بزرگ قرن بیست که که کمونیسم یا مارکسیزمه و بعدا این خیلی ها کش کردن یکی از یکی از آموزه هاش اینه که دیالکتیک اندیشه است یعنی شما مرتب در حالت تغییرید تز, تز و و سنتز و هیچ سکونی در کار نیست ما مرتب در حال تغییر هستیم و هر ایدولوژی که هر تفکر بهتره بگیم هر تفکری که نتونه خودشو با توجه به شرایط جامعهش با توجه به تقاضایی که مردم دارن با توجه به اصولی که خودش به آن از آن داشته نتونه خودش رو ترمیم کنه خودش رو وفق بده مطمئنا منجر به شکست خواهد شد